ساعتی پیش گفتگویی با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او در رابطه با پیامدها و واکنش‌های صورت گرفته به سفر رئیس جمهور چین به فرانسه پرسیدم که با هم پاسخ ایشان را می‌بینیم و می‌شنویم. با سلام و درود، ممنونم از دعوتتون. با توجه به نکاتی که در بخش خبری اشاره فرمودید، طبیعتاً سفر رسمی رئیس جمهور چین به فرانسه با توجه به پیشینه تاریخی همکاری های نزدیکی که دو کشور در عرصه سیاسی، امنیتی، علمی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی دارن، این سفر واجد اهمیت زیادی هست. اون چیزی رو که در بخش خبری اشاره فرمودید مربوط به نقض حقوق اویغورها و مسلمانان اویغور و همچنین تبتی ها و تهدیداتی که دولت چین به خانواده های پناهجویان آورده و فشارهایی که در عرصه بین المللی روی کشور چین هست، به ویژه تلاش های مؤثر فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، ما باید اول به دقت نگاه کنیم ببینیم که آیا این سفر با چه ذهنیاتی و با چه اولویت هایی از هر دو طرف در واقع شکل گرفته. از نظر مقامات فرانسه، با توجه به وضعیت ناامنی که در اروپا در حال گسترش هست و تهدیداتی که روسیه با حمله به اوکراین به وجود آورده، وضعیت امنیت اروپا به شکل شکننده‌ای در حال نزول هست و این نگرانی رو به وجود آورده که این تنش نظامی بین روسیه و اوکراین میتونه بر کل اروپا تسری پیدا بکنه. اینجاست که ما میتونیم اولویت‌های مقامات فرانسه رو در موارد زیر برای این سفر رئیس جمهور چین به زعم من قابل پیشبینی بدونیم. یکی بروز نگرانی‌های حادی که مقامات فرانسه برای گسترش تنش نظامی در اروپا دارن و تهدیدات روسیه هست. من فکر میکنم بخشی از این مذاکرات در رابطه با گفتگو برای ایجاد شرایطی که بتونه ثبات و امنیت رو در اروپا با حضور و مداخله واسطه‌گری چینی‌ها در مذاکره با روس‌ها بتونه به ارمغان بیاره و چینی‌ها بر این باور هستن که بعد در برخی از معادلات مؤثر در نظام بین‌الملل میتونن نقش آفرین باشن، کمان که در معادلات خاورمیانه هم به همین شکله. اولویت دومی که به گمان من فرانسوی ها تو ذهنشون هست، استفاده از ظرفیت چین به ویژه ظرفیت اقتصادی چین برای تحت فشار گذاشتن روسا به قطع جنگ با اوکراین و حرکت به سمت روند ایجاد صلح در بین دو کشور و پایان این مخاصمه. در این بخش هم طبیعتاً برنامه‌ریزی هایی قطعاً شده و فرانسه دیپلماسی خودش رو برای این مبنا قرار میده که روسیه رو از طریق چینی‌ها تحت فشار بذاره. دلیل این سیاست میتونه نتیجه این باشه که فرانسه پیشرو در ارائه پیشنهادی بود به اعضای ناتو که کشورهای سازمان آتلانتیک شمالی یا ناتو میتونن به طور مستقیم نیروی نظامی وارد اوکراین بکنن برای جنگ با روسیه. خب طبیعتاً نشون میده این سیاست جواب نگرفته و فرانسه رو ورده به روشمندی دیپلماتیک که بتونه از طریق چینی ها فشارهایی رو روی روس ها ایجاد بکنه، چون همکاری های بسیار نزدیکی بین روس ها و چینی ها در بخش اقتصادی و به ویژه نظامی وجود داره. مطلب سوم برمیگرده به نوع همکاری هایی که بین دو کشور به صورت دو جانبه هست، چه در بخش اقتصادی چه در بخش سیاسی و موضوعات علمی، فرهنگی و ورزشی حتی. ولی از اونها که بگذریم، در بخش اقتصادی هم فرانسه و هم چین حوزه منافع اقتصادی خودشون رو فراتر از یک حوزه روابط دو جانبه تعریف کردن. هر کدوم صاحب پتانسیل های بسیار قدرتمندی در مناطقی هستن که به لحاظ اقتصادی براشون اهمیت داره. به عنوان نمونه آفریقا و کشورهای آفریقایی که اغلب در طی در واقع قرن گذشته یا چندین سال پیش
روسا در واقع مستعمره فرانسوی ها بودن، میشه در این رابطه گفت که فرانسه تلاش میکنه که حوزه منافع خودش رو با چینی ها به گونه ای تعریف بکنه که بتونه در این رابطه این همکاری ها رو نزدیکتر بکنه و بر اون اساس این رابطه بتونه کمک کننده باشه برای هر دو طرف. اون چیزی رو که من میتونم اینجا مورد اشاره قرار بدم در رابطه با مسئله فشارهایی هستش که نظام بین الملل و به ویژه سازمانهای حقوق بشری روی فرانسه میتونن داشته باشن اگر مقامات فرانسه نسبت به مسئله اویغورها بی تفاوت باشن و حاضر به طرح مبحث و طرح موضوع به مقامات چینی‌ها برای قطع این بی‌عدالتی‌ها و هشدار مردم اویغور نداشته باشند. اگر این اتفاق بیفته طبیعتاً دولت فرانسه تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت و میتونه موجب افزایش انتقادها و اعتراضات در صحنه بین‌المللی علیه فرانسه باشه و این نکته به نظر من خیلی مؤثر هست که ما بتونیم در این رابطه رصد بکنیم و ببینیم که حاصل این سفر آیا به سود مردم اویغور خواهد بود یا نه. خیلی متشکرم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که توضیحات لازم را در این زمینه ارائه نمودند.